إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولقد بتحقيق جاءت رسلنا هر اين آمدن فرستادگان ما ابراهيم پیش حضرت ابراهيم عليه السلام بالبشرى وبشارت بالبشرى وبشارت اسحاق عليه السلام بالبشرى به هلاك آنان که مخالفت با دین کردند که مرادش قوم لوط علیه السلام است. قالو گفتن ای رسولا و ملائکی الله سلامن سلام بر تو سلام بر تو. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام سلامن سلام بر شما باد. جواب سلام را می دهد. فما لبث ان جاء بعجل حنیز، پس درنگ نکرد تا آنکه آورد گوساله بیریان را، گوساله بیریان را برش داد. اول نکته خوبی است که قالوا سلاما، با مجرد ورود در خانش گفت سلام بر شما. سلام بر چهار معنا می آید. سلام به معنای تحیه است، مثل که اینا گفتن سلاما سلام بر شما، یعنی سلام به معنای متارکه است، سلام به معنای دعا است، سلام به معنای درود است. یکان بار که با کسی روبرو میشم خوش آمدید برش میگیم السلام علیکم و رحمت الله. یکان بار در مجلس میشینیم بعد بگیم السلام علیکم و رحمت الله، یعنی با مان خدا ترک میکنیم مجلس را. یکان بار سر قبرستان تیر میشیم میگیم السلام علیکم یا اهل القبور، انتم سلفنا و نحن بكم لاحقون ان شاء الله. هرگاه که سر قبرستان تیر میشه معنی اینه که مرده از بیخ بر ما بگه و علیکم السلام. در اینجا سلام به معنای دعا است و سلام به معنای درود، السلام علیک یا رسول الله. حالی این سلام وقتی که امیر رقم جایهایی دارد که باید یک مسلمان با مسلمان دیگری روبرو میشد سلام بگوید. آداب زیر تفصیلی در شریعت اسلامی ذکر است و مراجعه بکنیم به کتبهای فقه. در اوجه صراحت میکنه که هر کسی که در داخل خانه است، کسی که داخل میشد مکلفیت داره سلام بیاندازد. بعد گفته نمیتونه که در خانه خو اطفال بود سری نا سلام پرتم، یا در اینجا خو خانمون بود به این سلام پرتم، بلکه هر کسی که در خانه بود او کسی که داخل خانه میشد مکلفیت داره سلام پرتم. او کرویی که ششتگی است و کسی که تیر میشد او مکلفیت داره که سلام سر او گروهی که نشسته است سر او سلام پرتم. او کسی که استاده است و او کسی که نشسته است، کسی که استاده است مکلفیت داره سلام پرتم و کسی که نشسته است. در اینجا ای مسئله نیست که خرد کی است کلان کی است، فقط اساسات ایست که این نکات در نظر بگیریم. و انگامی که سلام بر کسی میپرتایم کوشش بکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زیرا پیغمبر خدا علیه السلام نشسته بود یا مرد داخل مجلس شد گفت السلام علیکم و پیغمبر خدا عشقن گفت دانیک السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله، باز گفت که عشرون مرد دیگر هم کمک بالایش برد السلام علیکم و رحمت الله و بیست نیکی. کسی دیگر داخل میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سی نیکی، سی نیکی را الله برد میده. و در حدیث دیگری دانه که افش السلام علی من عرفت و من لم تعرف، سلام پرتو به کسی که مشناسیشه و یا هم نمشناسیشه. اصحاب پیغمبر به خاطر سی نیکی گرفتن در بازار میرفتن و هر کس میگفت السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله، این را میگفت در حقیقت در اکانتش نیکی ها را زیاد میکرد، از امی هم استفاده میکرد. تبسم که علی وجه اخیک صدقه، یک خندی که بر روی یک مسلمان میکنی الله برای تو پاداش میدهد. و هر جایی که ما ای سلام مندازیم خو ثواب بر ما است، ولی یگان جایی است که باز در اوجا سلام نمندازیم، از جمله کسی که به قضای حاجت نشسته است، تو حق نداری که با سرزو هم سلام پرتی، بگذار شما تا از پیش تیر شو. یا کسی مصروف تلاوت قرآن کریم، ذکر الله جل جلاله و یا در نماز است، شما سر سلام نه اندازین، قرار که در جوارش بشین و یا از پیشش تیر شو. روی ای اساس ما یک رواج در افغانستان داریم، در مسجد که داخل میشیم السلام علیکم و رحمت الله یک بلند میگوید، از یا یک ریسفید ما قسم میکنه و علیکم السلام، از یا برش میگه ای ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبری خمکار نکرده، برای ما شما آداب مسجد داخل شدن نشان داده شده،
اردا در مسجد داخل میشی چی میگی؟ اللهم افتح لي ابواب رحمتك. این میره بگو درود به پیغمبر علیه الصلاه و السلام بگو و پای راست داخل مسجد بگو و اگر وقت بود فورا دو رکعت تحیه بخوان. این می آداب است که ما شما رعایت بکنیم. اگر در مسجد مردم برای عبادت نشسته بودند، به نماز نشسته بودند، به تلاوت نشسته بودند، شما حق ندارین سلام برتین و مکلفیت هم مسجد نداره که برای شما جواب بگه. اگر گفت ما مکلفیت نداریم پس جواب بگوییم. ولی در صورتی که در مسجد کدام مجلسی بوده باشد، برای مشوره بوده باشد، در اون صورت تو میتونید سلام بگویید و در وقت نمازها که ما داخل میشیم در اوج سلام نیست. اگر کسی میگوید باز هم اول سنت را عملی بکند، بگه اللهم افتح لی ابواب رحمتك، اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد. بعد اگر میگه السلام علیکم و رحمت الله، باز ما باکی نداریم، ولی مردم ما مکلفیت به جواب ندارن و این گفت رقیق است که میگه سلام گفتن سنت ولی جوابش واجب است. در ایجا سر ما واجب نیست. در نان خوردن کسی مصروف بود شما سر سلام نگوید، ولی فقه ها میگه اگر گرسنه هستی باز خود سلام بگو که او بر تو سعی بکنه و بر تو بیا نان بخو، باز هم رایش نان بخو، غیر از سلام ننداز. یعنی معنای چی؟ یک کسی که سر یک کار مصروف بود تو سلام ننداز که او سرش خراب بکنی، این کار نکن. یک محصل بود درس میخواند، مصروف درسش بود، یک بار داخلش السلام علیکم و رحمت الله، بس دمیدیم ما بین درسش خرابش کردی، این کارا نکو، بگذار که درس بخونه. دو ولی که داخل اتاق شو کار تا خلاص و پس برای و سلام اگر میپردی با نفست پرت السلام علیکم و رحمت الله آهسته بگو. قالو گفتن این فرشته ها سلامن سلام بر تو، قال گفت سلامون سلام بر شما. پس سلام بر شما نگفت که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بناهن یک روز ما که یک کس میرفتیم بسیار خوب با آدم هست اون مولوی صاحب دیگه، هر کسی که میگو میگو السلام علیکم و رحمت الله، جانه مقابل هم بار مجمع السلام علیکم و رحمت الله، از دستش گرفت که من چی گفتم؟ گفت صاحب تو گفتی السلام علیکم و رحمت الله، گفت تو چی گفتی؟ گفت من گفتم السلام علیکم، بد کردی سیجو؟ گفت بیتو نگو، گفت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خویی بیچه ها یکی شخوی تو کرد نه چیزش نگفتن، کما که بالا دیگه رفتیم دیدیم که باز به یکی سلام گفت و باز هم تو گفت السلام علیکم و رحمت الله، باز از دستش گرفت. گفت من چی گفتم؟ تو گفتی السلام علیکم، من توش برای من چی گفت؟ من گفتم، گفت بد کردی. آخر از دست گفت مولی صاحب در قرآن کریم هم همی کلمه آمده، شما ایت نبین بد کردی. قال سلاما قال سلام. حضرت ابراهیم علیه السلام پس گفته سلاما، ما ایره نمیگم که بد کردی نکو برش، ولی برش بفهمان که اصل امیس که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، ایره نشان بدین و ایره قم نگوین که ما برای اولادای خود نشان دادیم سلام، هیچ معنایش معلوم نمیده. سلام یک رقم ترخیم میکنه که بیخی عجیب است. دقیق به اولادتان یاد بدین که هرگاه داخل میشید بگو بچه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و هرگاه که جواب میدادی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، مکمل ایدین برشان نشان بدهید.